نامه مادر رضایی های شهید به خانم مریم رجوی، تجدید عهد برای آزادی و بهروزی مردم ایران. افتخار می کنم که در آستانه 92 سالگی نه تنها بر سر عهد و پیمان هایم هستم، بلکه بارها و بارها مصممتر بر آنها پای می فشارم. به نظر من هر کس با شما و مسعود دشمنی می ورزد، دشمن مردم و آزادی و استقلال ایران است و نمی خواهد به ظلم و جور آخوندی پایان داده شود. من در دهمین دهه عمرم فقط یک آرزو دارم: آزادی مردم ایران و طلوع خورشید آزادی در ایران با رسیدن شما و مسعود به خاک میهن. سلام علیکم. از روز اول تا امروز بهتون گفتم شاهد شاهدانی، از زندان تا امروز ما یه افتخاره به نظر من عزیز حضورتون، بعد این پایداریتون بر انتخاب مسئولت، راهش، آرمانش، دست خدای بوده دیگه. من هم خوشحالم که واقعا در این مسیر افتادم. هیچ وقت خودم جدا نمیدونستم از اول. درود بر شما عزیز. هم که گفتم مشعلی فراراه هر زن ایرانی، هر مادر ایرانی افتخار کنه که به تو این مسیر رو، مسیری که شما طی کردید تا اینجا رو طی کنه. هزار بار سپاسگزارتونم. همچنان که گفتم خودم رو شایسته نمیدونم، ولی به تو درود میفرستم برای این عزم جزمتون تو تجدید عهدتون با مسعود. و من فقط میتونم این رو بسپرم به موزه مقاومت برای درس گرفتن همه مجاهدین از شما، به عنوان مادری که این همه شهید داده، این همه رنج کشیده، این همه تلاش کرده. ماشاءالله این هم روحیه‌ش. درود بر شما عزیز. درود بر شما. تعهدنامه و نقش مسیر. مریم عزیزم، وقتی مطلع شدم که این افتخار نصیبم شده که خدمت شما برسم، مثل هر مجاهد خلق تصمیم گرفتم از این فرصت تاریخی استفاده کنم و تعهدم را به شما بدهم. افتخار می کنم که در آستانه 92 سالگی به برکت راه یافتگی توسط راهبران عقیدتیم، شما و مسعود نه تنها بر سر عهد و پیمانهایم هستم، بلکه بارها و بارها مصممتر بر آنها پای می فشارم. مریم عزیزم، شما می دانید که من با مسعود از شکنجهگاه کمیته و در اتاق بازجویان شکنجهگر پیوند خوردم. او در حالی که زیر شدیدترین فشارها و روی زمین اتاق بازجویی لای یک پتو بود، به محض خروج بازجو از اتاق سرش را درآورد و به روحیه دادن به من هم که زیر فشار و شکنجه بازجو بودم پرداخت.
کاری که در آن شرایط برایش خطر شکنجه شدن بیشتر را به دنبال داشت. من هیچگاه این فداکاری و کار شجاعانش از ذهنم خارج نمی شود. بعدها که بیشتر مسعود را شناختم، او را به عنوان رهبر و پیشوا و رهبر عقیدتی خودم انتخاب کردم. من می دانم او تمام لحظات عمرش را صرف آزادی مردم ایران می کند. فکر می کنم وجود مسعود و شما مریم عزیز فضل خداوند به مردم ایران است و من چه خوشبختم که در دورانی زندگی کردم که رهبری چون شما و مسعود را داشتم و دارم. به این جهت در آستانه ماه مبارک رمضان سال 1400 که همه مجاهدین نقش مسیر می نویسند، با تمسک به امام مجاهدین علی علیه السلام تعهد می دهم و 100 بار و 1000 بار تأکید می کنم که من تا آخرش در رکاب و در کنار شما و مسعود هستم و به این افتخار می کنم. به نظر من هر کس با شما و مسعود دشمنی می ورزد، دشمن مردم و آزادی و استقلال ایران است و نمی خواهد به ظلم و جور آخوندی پایان داده شود و هر کس با شما دوستی دارد، قدمش در راه مردم ایران خیر است. این تجربه من از مبارزه با دو نظام دیکتاتوری شاه و شیخ است. من در دهمین دهه عمرم فقط یک آرزو دارم، آزادی مردم ایران و طلوع خورشید آزادی در ایران با رسیدن شما و مسعود به خاک میهنمان ایران. این عالی ترین شکل به بار نشستن خون تمامی شهدای مردم و به خصوص همه فرزندان مجاهد شهید من است. این البته ضامن بهروزی و خوشبختی مردم ایران و پایان دادن به رنج و مهنت مردم ایران است و بی تردید اولین گام در مسیر سرنگونی رژیم ضد بشری آخوندی است و من برای تحقق این هدف با تمام قوا آمادم و حاضر می گویم. عزیزان گلگون کفنم، مطمئن باشید که راه خونبارتان به همت برادران و خواهران مبارز و به پشتیبانی پدران و مادران داغدار تا وصول به جامعه بی طبقه توحیدی ادامه خواهد یافت و بالاخره روزی فرا خواهد رسید که از ستم و نابرابری و مردم فریبی خبری نباشد. همه ما بر این راه با خون پاکتان پیمان بسته ایم و با جان خود بر آن استوار ایستاده ایم با امید چنان روزی.